سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب دارم محضر شما بینندگان عزیز و هماره همراه من در همه جای جهان. درودی ویژه تر دارم محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا. نگاهی تازه خواهم داشت به تازه هایی از امروز ایران در ایران فردا. در برنامه امشب دوشنبه ششم بهمن ماه ایرانی برابر با 25 ژانویه 2021 میلادی. قبل از آغاز برنامه امشب مایل بودم که نظر به بروز چند موضوع در روزهای شنبه و یک شنبه، به طور مشخص جمعه و شنبه بوده، خیلی مایل بودم که روزهای یک شنبه رو یه مروری داشته باشم، اما نظر به اینکه خب هم وقت نمیشود، همین که امروز دیدم ادامه اون بحث ها رو داشتن، همین به روزنامه های امروز اکتفا می کنم و به مرور مجموع مطالب منتخب در رابطه با این موضوع. مقوله سرباز ستیزی و سیلی بر قانون بوده که نه تنها روزنامه های چاپ تهران امروز همگی به نقد آن ماجرا پرداخته بودند، روزنامه های دیروز یک شنبه نیز یک دست به این موضوع پرداخته بودند که بخشی از آن را شما دارید میبینید الان. تحت عنوان سیلی به صورت قانون در واقع تیتر مشترک دو سوی روزنامه های چپ و راست بوده. از جمله موضوعاتی بود که نوعی اجماع اخلاقی گویا ایجاد شده بود بین دو جناح چپ و راست، خیلی برخورد جناحی صورت نگرفته بود و این یکی از تأثیرات عالی و زیبای همانا تکثر صدای شهروندان در جهان مجازی هستش که گویا دیگر نهانخانه های قدرت، قلدرهای خودروسوار خط ویژه ران دیگر امکان این رو ندارن که هر ضعیفی رو، هر شهروند به زعم خیش درجه دوی رو لگد کنن، زیر بگیرند و بزنند و درن. دوران بزندر رو به این معنا تمام شده که آقای خامنه‌ای میگه، نه به اون معنایی که اسرائیل هر روز در سوریه پایگاه های سپاه رو میزنه در میره، نه هیچ کاری هم نمی کنن. اون بزندر رو نیست، این بزندر رو با نظرات شهروندان داره به انتها میرسه. مایلم یه نگاهی کوتاهی داشته باشم اصلا این به هر روی مطمئنم که همه شما بینندگان عزیز این رو دیدید. ببینیم این سرباز وظیفه عزیز هموطن ما چقدر صادقانه، چقدر صمیمانه تو خط ویژه ایستاده، چقدر شجاعانه یاد گرفته که بایستی صدای خودش رو به هموطنانش برسونه. وقتی در واقع واژه آخر تأکید میکنه که بله ایشون نماینده مجلسن، اساره انقلابشون ایشونن، در واقع میبینیم سرباز چه میگوید، بعد ادامه میدم. اول اکبری هستم، سر دروازه دولت شیفتم. این ماشین اومده رانندش پیاده شده بدون مجوز تردد خط ویژه، به من گفته لاشی، منم جوابشو دادم بهش، گفتم بچه خوشگل. خود نماینده مجلس پیاده شده یه شک زده زیر گوش من. خب گوشه از اظهارات سربازی رو که آسیب دیده بود، سیلی خورده بود توسط آقای عنابستانی، یکی از نمایندگان تندرو رادیکال و اصولگرای استان خراسان در شهر سبزوار به زعم بنده، چون دیگر جایگاه حقوقی اینها واقعا به لحاظ دانایی خیلی اهمیتی برای افکار عمومی ندارد که اصلا ایشون چه کاره هست. عضویست در دامن نظام ولایت فقیه، حالا میخواد نماینده مجلس باشد، میخواد عضو شورای فقهای نگهبان باشد، تأثیری در ماهیت رفتاریشون نداره، چرا که همه از یک تبارند. علی حال این نماینده مجلس بر صورت سربازی که زده بود اومد که دوباره تکذیب کنه، گفت من نزدم، گویا دوربین ها ثبت کرده بودن و دیدیم که فرمانده نیروی انتظامی برای نخستین بار وارد ماجرا شده و دیگر نتوانست از حجم انتقاد رسانه ها و افکار عمومی در و تأکید کرده امروز که بله این کار صورت گرفته، فلانی زد. این رو هم ببینیم. الان عرض کردم ببینید ما در خب ببین این در حال بررسیه. ببینید ما اون مواردی هم که قبلا پیش اومد که اثبات شد بررسی کردیم و ثابت شد، حمایت محکمی را از مأمورمون داشتیم. گوشه از اظهارات فرماندهی نیروی انتظامی رو دیدیم که در راستای فشار فزاینده افکار عمومی نسبت به سرباز زدن و سیلی بر صورت سرباز راهنمای رانندگی رو زدن از سوی یک نماینده مجلس موضع گرفت و صریحا اعلام کرد که این نماینده این کار رو کرد و رسوایی تازه به بار اومد. در این میان روزنامه‌های زیادی به اصل ماجرا پرداختن. مثلا روزنامه آفتاب یزد رو می‌بینم که در گزارشی تحت عنوان آزمون مهم قالیباف و مجلس به نقل از پلیس مرتبط پرونده گفته که مستندات برخورد فیزیکی نماینده سبزوار با سرباز پلیس راهور به مرجع قضایی ارسال شد.
و خواهان ورود مقتدرانه تر در برخورد کمیته نظارتی مجلسیان توسط آقای قالیباف شد که حتی خواهان اخراج این نماینده مجلس شده. البته تا اینجاش هم پیش اومده. من نکته رو بایستی اینجوری اشاره کنم که به هر روی نظام جمهوری اسلامی کارنامه تبهکارانه‌ای در اجحاف به حقوق شهروندان دارد. همیشه هم این مثال رو میزنم که حالا منهای زنده یادان فروهرها، منهای عزیزانی که در قتل زنجیری در کوی دانشگاه تهران در یک اعدام سحرگاه 4000 نفره کشته شدن، همه رو میذارم کنار، فقط میگم که به خانه حمید حاجیزاده رفتن شبانه و کودکش کارون 9 ساله رو کارداجین کردن. کودک کشی، کودک همسری، زنازاری، سرباز ستیزی، این در مرام و در منش نظام فقیهان بوده. اما به یمن به هر روی وجود نظام‌های رسانه‌ای آزاد و شهروند محور تا حدودی این تاریخ‌خانه‌ها نور خورده و به افکار عمومی هم رسیده. البته دیده بودم روزنامه‌های اصلاح طلب هم تحت عنوان دفاع از حقوق بشر خیلی تلاش داشتن که بایستی با این برخورد بشه، مثل آفتاب یزد یا دیگر روزنامه‌ها. اینجا بایستی نکته رو اشاره کنم که خب به هر روی همه می‌دونیم که سیلی‌های بیشماری در مقوله های مختلف در نهانخانه های تاریک شهروندان ایرانی خوردن، کشتار بیشمار شدن، ستار بهشتی ها تحت عنوان سیلی خوردن ها در بازداشتگاه های پنهان و مخفی و نهان ولایت فقیه کشته شدند و 3 روز 1500 شهروند در قیام بنزینی 98 نیز کشته شدند. ما اینها رو هم داشتیم. حالا لزوما اصرار اینگونه برای اینکه یک نماینده مجلس باید اخراج بشه به خاطر یک سیلی، نه خیلی به زعم این جانب در راستای خوب بودن و متحر بودن این لایه هاست، بیشتر در راستای تطهیر آن لایه هاست، تطهیر جنایت های سازمان یافته و سیلی هایی که به صدها مرگ در بازداشتگاه های مخفی انجام شد. علی حال هرچه هست، میمون و مبارک است که بتوان افکار عمومی با همین شیوه ها و نظارت های رسانه های جمعی به یک اجماعی برسه که نقض حقوق شهروندان در روز روشن توسط طبقه ای از قدرت حاکم وابسته به ولی فقیه که برگزیدگان اساره انقلابی ترین مجلسشون هستند، بایستی این موضوع مهار بشه و هر روی نقش رسانه های اجتماعی تاثیر خودش رو عملا در یکی از این موضوعات نشان داده است. خب از جمله موضوعاتی که میبینم بسیار فضای رسانه‌ها رو تسخیر کرده بود در یک شنبه و امروز تا حدود خیلی خفیف‌تری البته، مقوله دیپلماسی خارجی هست که گویا شور و شعفی وصف ناپذیر همه ارکان جمهوری اسلامی رو گرفته و نمایش‌های جدیدی باز کردند بعد از بایدن، مخصوصا با انتصاب یکی از شخصیت‌های جنجالی ضد یهود تمام ارادتمند به جمهوری اسلامی به آقای رابرت مالی که حتی دیدم روزنامه‌های دیروز یک شنبه به این موضوع واکنش نشون داده بودن. آقای جهانگیری اظهاراتی کرده که دیگه رسما اعلام کرده که بهارشون در راه است. ببینیم جهانگیری چه میگوید. بدون این که در پایان روزهای تحریم هستیم، از نظر من روزهای خوشی برای آینده کشور، برای هفته ها و روزهای آینده دارم میبینم. زمستان تمام شد، این روزهای زمستانی داره تمام میشه، روزهای بهاری خوبی ما در پیش رو خواهیم داشت. گوشه‌ای از اظهارات آقای جهانگیری رو دیدیم که نسبت به رفع تحریم ها اعلام خوشنودی کرده، نوید تازه داده، گویا اون 7 دستور و 7 شرطی رو که آقای عراقچی گویا در نشست‌های پنهانی و محرمانه با مردان بایدن با هم ساخت و ساز کردن داره نتیجه میده و بسیار خوشحال هستن. در همین رابطه جهانگیری گلایه‌ای از نیروهای تندروی داخل حکومت کرده که ما علارغمی که به سمت بهار می‌ریم و زمستان داره میره، روسیهی برای زمستان صفتان باقی میمونه. نقدی هم به لایه‌های رادیکال درون سازمانی خودشون کرده که گویا مزاحم این بهبود رابطه تازه با دولت بایدنیست‌ها هستن. در این میان بسیاری از روزنامه‌ها چه در یک شنبه چه در امروز دوشنبه به مقوله عربستان هم توجه کردن که بعدم نمیاد اشاره کوتاهی بکنم. مثلا روزنامه دیروز رو میدیدم که نسبت به تازه ترین اظهار موضع آقای فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی که رسما و صریحا اعلام کرد که دست گفتگوی به سمت تهران دراز هستش رو بعضی انعکاس داده بودن و به نام سیگنال های تازه ای از سوی پادشاهی عربستان در پی تغییرات قدرت در امریکا بررسی کرده بودن. اما امروز میبینم که روزنامه ابتکار کماکان باز به این ماجرا میتازد، تحت عنوان دورهمی سنگ‌اندازان در مسیر برجام اظهار نگرانی کرده که محتملا با ترکیبی از ترامپ و نتانیاهو و همینطور محمد بن سلمان این مسیر با مشکلات تازه مواجه شود. اما بایستی من اینگونه اشاره کنم که اتفاقا پادشاهی عربستان سعودی تحت تأثیر یک دیپلماسی سیال و نه جامد، نظر به اینکه اصولا در دنیای دیپلماسی منطقه‌ای و در دنیای
معنای دیپلماسی خارجی و روابط بین الملل دوست و دشمن دائمی معنای همیشگی ندارد و تغییر مفهوم می کند به تناسب کرد و کار حاکمان، می بینیم که از قضا خیلی موضع منطقی و مدبرانه اتخاذ کرده. البته نشانه هایی هم پدیدار شده که بحث، خب هفته پیش بررسی کرده بودیم، بحث احتمال ورود قطری ها یا کویتی ها که از سوی آقای ظریف صریحا اعلام شده بود که چه بسا میانجیر بر عهده بگیرند. علی حال برخی از روزنامه های جمهوری اسلامی صریحا این گونه نتیجه می گرفتن که چون آقای بایدن آمد و حول چند موضوع به طور مشخص با عربستانی ها تحت به تعبیری تقابل هستند و اونها رو فشار تحت فشار قرار خواهند داد، از جمله مقوله یمن و مقوله نقض حقوق بشر گسترده در عربستان، بدین روی اینها دارند با یک تغییر تاکتیک پیشندیشانه و عقب نشینانه سعی بر این دارند که اگر بهبود رابطه حول برجام با امریکا و جمهوری اسلامی ایجاد شد، این هم نقش دیپلماتیک خودشون رو در موازنه با منطقه ای و مسئله جمهوری اسلامی حفظ کنند. البته بایستم این نکته هم به این روزنامه‌هایی که اینقدر داد و بیداد حول حقوق بشر در عربستان کردن، قطعا تیم آقای بایدن خوب آگاه هستن که نقض حقوق بشر توسط محمد بن سلمان در عربستان سعودی که به هر روی مقوله نداشتن گواهینامه حق رانندگی زنان و کنسرت ها و مسائلی از این دست که قطعا نقض مصادیق حقوق بشری هستش، الان که ایشون داره آزاد میکنه، این بیشتر مورد توجه هست تا در یک تا دو روز 1500 انسان رو در خیابان کشتن. بدین روی هست که اینها نمیتوانند با این عناوین پوشش بگیرند و تحت این عنوان بتوانند ناکارآمدی های مدیریتی خودشون رو به تعبیری بپوشانند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. دلار بر صدر بسیاری از رسانه ها نشسته است، علارغمی که اینها اشاره میکنند دلار کوتاه آمد اما گرانی نه، و اصولا اشارات های آشکار داشتن مبنی بر اینکه دلار با آمدن بایدن بایستی قیمتش پایین تر بیاد. حتی نشانهشون پدیدار شده بود، سخن از تزریق سازماندهی شده دلار در جامعه ایرانی بود. همون زمان در اکثر برنامه‌ها این جانب اشاره کرده بودم که دلار به مثابه تابعی از دنیای شاخص‌های علمی اقتصاد و هر پول پایه مقتدر عالم امکان این که با یک نظامنامه دستوری به توانه در فضای اقتصاد سیاسی ایران تغییر کند میسر و ممکن نیستش. قطعا دلار، ین، پوند، هر پول دیگر مقتدر عالم تابعی از شرایط ثباتساز در منطقه، همینطور شرایط گردش مالی اقتصادی در ایران و سایر مقوله های زیرساختی حوزه توسعه و اقتصاد هستش و اینگونه نیست که با یک فرمان امنیتی از بیت آقا یا به تعبیر بانک مرکزی ایران بتوان مسیر دلار رو مدیریت کرد. خب از جمله موضوعاتی که بسیار بر صدر رسانه‌ها جای دارد، مقوله تنش‌های تلویزیونی تریبونی است که گویا در آستانه انتخابات سال 1400 یه رقابت بسیار عجیبی در گرفته. حتما در طول 48 ساعت گذشته دیدید که آقای صادق زیباکلام و خسرو معتضد رو آورده بودن، چه سر و صدای زیادی کرده بود. یکی بر محبوبی، یکی بر موج محبوبیت رضا شاه کبیر سوار می‌شد و دیگری با پهلوی ستیزی سعی می‌کرد که نزد طبقه تبهکاران اجر و قربی بیابد، اون مورخ حکومتی تمام. خب خیلی هم بازتاب داشت، حتی رسانه‌های روز یکشنبه بسیار به آن پوشش داده بودند و آقای خسرو معتضد رو به طور مشخص میگفتند که خب ایشون کسی است که حافظه تاریخیش اینقدر ضعیف شده که از مدافعان سرسخت محمود احمدی نژاد بوده. قطعا افکار عمومی انتظار ندارد کسی مثل خسرو معتضد بخواد مدافع نظام پهلوی باشد و بسیار مایه خوشنودی و خرسندی است که فاسدانی چون کسان و فاسدانی چون ایشان در دائره مدافعان نظام پهلوی نباشند. هرچند وجود آقای صادق زیباکلام در دفاع از آقای رضا شاه کبیر، اون هم به تمام معنای کلمه با بار راستین و درون و باورمندانه محض هم نیست. به قول خود خسرو معتضد در خطاب به ایشون گفت که اگر اینقدر پهلوی ها خوب بودن تو در دانشگاه تهران چه میکردی در سال 57 پشت خمینی خوییگری هات؟ علی حال بخش زیادی از این تریبون بخشی ها در حوزه موضوعات تاریخی چالش برانگیز میخورد که رنگ و بوی انتخاباتی داشته باشد. فضای کشور رو دارن به سمت نوعی باز کردن و مناظراتی و منازعاتی جلو میبرند. اما در این رابطه اعتماد رو میبینم که در گزارشی تحت عنوان رئیس صدا و سیما از رئیس جمهوری عذرخواهی کرد به مقوله آقای جهان بزرگی، همان
پژوهشگاه فلسفه اسلامی و انسانی، رئیس یکی از البته بزرگان اون حوزه، بزرگان به معنای داشتن عنوان اسمی نه به معنای بزرگ راستین، نه به ایشان اشاره کرد که گویا خب خطاب با آقای روحانی گفته که ایشون منقل نشین هستش، وزراش نمیتونن باش تماس بگیرن، که من البته در برنامه شبهای گذاشتم اشاره کرده بودم، قطعا شما از سایر منابع هم دیدید. خب طوری شده که معاون آقای روحانی گرایه کرده بود، گفت شکایت میکنیم. تا دیروز دیده بودم امروز هم روزنامه چاپ تهران منعکس کرده بودن آقای عسکری رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی صریحا از آقای روحانی عذرخواهی کرده، حتی دیدم که شبکه 4 بیانیه داده عذرخواهی کرده بود، حتی امروز میدیدم که خود مؤسسه فرهنگ نشر اندیشه اسلامی انسانی هم گفت که ایشون اصلا عضو رسمی ما نیست و تخته‌اش کردن و این رسانه ها معتقدن که به هر روی موضوع تمام شده. در حوزه تلویزیون یک تنش تریبونی تازه هم در گرفته که دوست دارم به اونم اشاره کنم، مناظره عجیب آقای حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان بود که امروز خیلی از روزنامه ها با اون پرداخته بودن و به عنوان جدال داغ در نگاه یک روزنامه خراسان میبینم که اون رو پوشش داده بود. نکاتی رو که آقای حسین شریعت مداری نماینده تامل اختیار علی خامنه ای در مؤسسه مطبوعاتی کیهان میگوید انقدر به نحوی به بیراهگویی هستش که اصلا غلط تاریخی است، یعنی حتی به گونه ای که رقابت های انتخاباتی نیکسون رو با کلینتون، یعنی با یک فاصله زمانی بسیار زیاد بیان میکند، بعد خجالت میکشد، میخندد و میگوید که من سنم قد نمیدهد، اون زمان که نبودم، فقط نقل به تاریخ میکنم. انتخابات آمریکا بود و دو نماینده، یکی از جمهوری خواه و یکی از دموکرات ها بود، نیکسون بود از جمهوری خواهان و کلینتون بود از حزب دموکرات. از فیدل کاسترو به نظرم میاد که حالا یکی از این خبرنگاران اینجوری که تو ذهنم هستش یو اس ای تودی بوده، حالا نمیدونم اونه یا شاید ذهنم زیاد چیز نیست از اون موقع، البته ما اون موقع نبودم، اما بخوام بگم منم تو تاریخ نبودم. بله، در گزاری دیگری سخنان خودشون به مقوله رنگ سبز اشاره میکنن که روزنامه کیهان هم دیدم به اون پوشش وسیع داده بود و به نقل از آقای شریعت مداری گفته بود که اگر رنگ سبز فتنه 88 نشانه سیادت هست، پس به خانم کلینتون بگویید هیلاری سادات کلینتون. موضوعاتی کاملا پوچ و بی مبنایی که گمان میبرن میتونن مردم رو فعلا سرگرم کنند از مقوله هایی که باش درگیر هستن. با این وصف میخوام این تیکر رو ببینیم، برگردم ادامه بدم. من معتقدم کسی که دستبند سبز میبنده صلاحیت اگر کسی شال سبز انداختش مال سیون شده اشکال داره. اون اگه اون سبز رو میگین شما باید بگین خانم هیلاری سادات کلینتون. گوشه هایی از مناظرات موسوم به داغ یا به تعبیری جدال داغ در نگاه یک رو می دیدیم که آقای صادق خرازی از مردان منتسب به جبهه اصلاحاتی ها و حسین شریعت مداری خب نماینده تامل اختیار حضرت آقا یا که عمدتا دیدگاه های ایشان منعکس کننده رسمی دیدگاه های علی خامنه‌ای و بیت رهبری است رو می دیدیم که در آستانه انتخابات سال 1400 با طرح مباحث و موضوعاتی جنجالی سعی به تعبیری فضای انتخاباتی سازی و همینطور نشاط سیاسی به زعم خودشون بکنند. حتی جایی میدیدم که مجری برنامه تاکید داشت که اینها در پس پشت پرده دوستانی هستند، ملت بیاموزید که اینها اگر اختلاف دیدگاهی دارند در پس پشت پرده آن کار دیگر میکنند و دوستی هاشون محفوظ هست. من فقط همین نکته رو میخوام اشاره کنم که الزاما همه چیز مثبت به این معنای کلمه لزوما بار مثبت و خوب و قشنگ و خوشی هم نخواهد داشت. اگر بله اختلاف دیدگاه میتوان داشت. شخص این جانب زمانی که در وزارت کشور بودم بارها این رو گفتم، بازم میگم چون از افتخارات زندگی میدونم این رو، دعوت میشدیم وقتی برای دیدار با علی خامنه ای 3 بار نامه ویژه اومده بود این جانب نرفتم، حتی نشستم با کسی رو که به لحاظ اندیشه‌ای باش زاویه و عناد بسیار گسترده داریم و معتقدیم که دست فلانی به خون هموطنانش آمیخته هست، آلوده هست، اصلا جایگاهی نداره، چون با من یک مخالف نیست، با من یک دشمن هست. اگر صادق خرازی با حسین شریعت مداری اینقدر دوستی ها دارد، حسین شریعت مداری قاتل خون فرزندان هستش، فرزندان ایران هستش، و این گونه این لزوما نشان از مدارا و مدنیت نیست که آقای مجری به مثابه یک زینت اخلاقی بر آقای صادق خرازی اشارت میکنند و بر اون سنجاق میکنند. در همین رابطه خاص روزنامه آفتابی از در گزارشی سرمقاله هم بود اتفاقا میدیدم که آقای صادق خرازی و آقای حسین شریعت مداری رو با همدیگه مقایسه میکرد و بر ناتوانی صادق خرازی در ارائه پاسخهای درست تاکید داشت و بر
نابکاری آقای حسین شریعت مداری در ناک آوت کردن رقبا در عرصه مناظره. البته روزنامه آفتاب یزد معتقد بود که حسین شریعت مداری به همون تناسب که در نگارش بدقلم و بددهان هستش، در مناظرات خودش میتواند رقیب رو به گونه دیگه به گوشه رینگ ببرد و شیوه دیگری از بی اخلاقی ها رو ادامه دهد. مقوله بیت کوین رو میبینم که مجدد بر سر رسانه ها اومده و در گزارشی در اقتصاد برتر میدیدم که میگفت افزایش کلاهبرداری با بیت کوین که از شکایت میلیاردی مالباختگان به پلیس فتا اشاره داشت. خیلی کوتاه در این رابطه بایستی بگم این که خب به دفعات سخن گفتم، بسیاری از شما در رابطه با مقوله بیت کوین آگاهی های لازم رو پیدا کردید. در ناتوانی تئوریک رسانه های جمهوری اسلامی در مقوله بیت کوین می دیدم که آقای واعظی به بیت کوین میگفت بیت کورن. ارتباط با بیت کوین این که گفته بشه این که دولت بیت کوین رو داره استفاده میکنه که این که اصلا یه جفاست، اصلا دولت اصلا وارد این مسائل نمیشه. یعنی یک مقاله در رابطه با رمز ارزها یا به تعبیری کریپتوکرنسی ها نخوندند و یا در گوینده های ارشدشون در تلویزیون به بیت کوین، کوین که کلمه انگلیسی است یعنی سکه، بچه دبیرستانی های ایران هم میدونند، میگفتن بیت کوین و داشتن روش بحث میکردن که کوین هست یا کوین هست. بعدم نمیده اگه این فیلمو پیدا کنیم تیکش رو ببینیم. بیت کوین من بهش میگم ملکه بیت ها، بیت کوین میگم، بیت کوین باشه شاید هم بیت کوین باشه. اگه کوین بخونیم میشه ملکه بیت، اما بیت کوین بخونیم یعنی سکه بیت. خب گوشه ای از تناقضات تئوریک مردان و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی بود که نسبت به تازه ترین مقوله تکنولوژی در عالم یعنی بیت کوین میدیدیم که از چه فقر دانش برخوردار هستن. این در حالی است که با ارائه و اجاره مزارع عظیم استخراج سکه ها و یا رمز ارزهای دیجیتالی از سوی کشور چین در ایران، بخش پهنه وسیع از ایران در تاریکی فرو رفته و تئوریسین های رسمی جمهوری اسلامی در صدا و سیما و کمدانان و کمسوادانشان حتی این واژه رو به لحاظ تلفظ و معانی نمی دانند و اینها در صدد این هستند که به تعبیری دور زدن تحریم رو با این شیوه هم اعمال کنند. یک مطلب خیلی کوتاهی که خواستم بگم و بحث رو دیگه ببندم، به مقوله سرباز در آغاز برنامه اشاره کرده بودم، خواستم این نکته رو بگم. همین امروز خیلی از روزنامه ها می دیدم که از در دیگری هم وارد شدن و گفتن که حقوق سربازها هم افزایش پیدا کرده. مثلا خراسان رو می دیدم که می گفت سربازها پولدار می شوند. آری، در این رابطه بعد از زدن سیلی بر صورت یک سرباز ایرانی توسط نماینده مجلس اصولگرای ایران، دیدم که امروز بسیاری از روزنامه‌ها از افزایش حقوق سربازان هم در ایران نوشته بودند و به نحوی از آنها این هم یک پاداش پس از عذابی بود که بر افکار عمومی ایران ایجاد کرده بودند. علی حال تنها موضوعی رو که بسیار مایل بودم به آن اشاره کنم و قطعا فرصت من بیش از این اجازه نمیدهد، یک بار من شما بینندگان عزیز عذرخواهی میکنم که ناگزیرم به علت تایم محدودم بالاترین میزان مطلب رو بگم، چون به هر روی برای همین های زحمت کشیده میشه، آماده میشه و یک پکیج خبری هستش. بعضن با سرعت و با شتاب بیشتر سعی میکنم که مطالب رو بیان کنم، چنانچه اگر نارسایی در معنا رو ایجاد میکند پیشاپیش از محضر شما عذرخواهی میکنم. نکته رو که خواستم در این رابطه خاص اشاره کنم به آخرین موضوع فرامنطقه یا بین منطقه ای، مقوله قیام در منفی 50 درجه هست که بسیاری از روزنامه های منتقد روسی در ایران به اعتراض و موج خشم معترضان کشور روسیه علیه پوتین اشاره کرده بودند که توسط ناوالنی، همان روزنامه نگار 40 ساله ای که گویا با سم پوتین قرار بود بمیرد و سر از آلمان در آورد، دوباره برگشت به فرودگاه، از فرودگاه به زندان بردن و اولین بار بود که برخلاف انتظارات افکار عمومی اما تظاهرات در منفی 50 درجه در لنینگراد و بسیاری از شهرهای روسیه صورت گرفته که نسبت به زرندوزی و قصر سازی های غیر متعارف خودکامه روس یعنی پوتین اعتراضاتی کرده بود و نخستین شکاف رو در اون هیمنه و شکوه پوشالی آقای پوتین به نمایش گذاشت. و با این مطلب وقت برنامه امشب من نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاه دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.